مقدم میگم بزرگواری این سلامت باشین. من تصویر شما رو دارم، تصویر خودم رو ندارم. من تصویر شما رو دارم. خب پس حالا در هر صورت انشالله که بتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم. امشب قرار بود من صدای من رو دارین یا دکتر؟ بله، هم صداتون رو دارم هم تصویر دارم. شما صحبت بکنید، عزیزان میشنوند، بزرگواری مشکلی نیست. بنده به عنوان میزبان در واقع امشب خدمتتون خواهم بود. البته عذرخواهی میکنم، قرار بود من تماس بگیرم و ارتباط رو برقرار کنم و این اتفاق هم افتاد، ولی متاسفانه تصویر شما رو ما متاسفانه نداشتیم. اما بحثمون رو امشب در خدمت شما خواهیم بود، با وجود اینکه شما امشب زحمت کشیدید و بحث اصلی رو ادامه خواهید داد. بحثی که انشالله خدمت تمامی بزرگواران عزیز خواهیم بود در رابطه با هوش معنوی هستش، همچنین در رابطه با مباحثی تحت این عنوان که بیایم در رابطه با هوش عاشقانه صحبت کنیم، هوشی که تحت عنوان هوش رابطی از اون نام برده میشه، و انشالله بتونیم چیزهایی که لازم و ضروری هست رو هم خدمت بزرگوارانی که از پیج بنده خدمت شما حضور پیدا کردن و هم بزرگوارانی که کاملا شما رو میشناسن ما بحثمون رو ادامه بدیم و انشالله بتونیم یک بحث کاملا کاربردی رو در خدمت شما باشیم. اگر که امشب تونستیم مباحث اصلی مربوط به هوش هیجانی رو، هوش رابطه‌ای و هوش عاشقانه رو به اتمام برسونیم، خب چه بهتر، تونستیم بحثمون رو کاربردی باز کنیم، ادامهش بدیم. و اگر که احساس کردیم که مطالب خیلی زیاد شد، طولانی شد و تا حدی بخشی از اون مطالب موند، اگر که شما موافق باشید میتونیم ادامه صحبت‌هامون رو امشب اگر که تموم شد در حالا هفته آینده یا هفته‌های بعدی ما خدمت بزرگواران باشیم و انشالله بتونیم، چون من با توجه به شناختی که از شما داشتم و بزرگوارانی که با شما همکاری میکنن، از اون لحاظ که بسیار متعهد هستید در بحث مربوط به مسائلی که با زوجین در ارتباط هست و حالتهایی که تونسته بسیار کمک کنه هم به خانمها و هم به آقایون در رابطه، و از اون طرف هم که شما در واقع به دلیل اینکه شناختی که من پیدا کردم فردی هستید که تا جایی که باشه اطلاعات رو ارائه میدید و هیچ گونه حالت این که بخواید بخشی از بحثا رو بذارید یا اینکه نکات کلیدی و اساسی رو بگید برای بزرگواران گرامی، همچین حالت و خصلتی رو ندارید. و در نتیجه تا جایی که من اطلاع دارم هر جا هر کمکی از این حالت رو داشته باشید. در هر صورت بحث امشب رو مون رو باز کنیم آقای دکتر و در رابطه با هوش هیجانی صحبت کنیم. یک نکته اولی و کلی رو من بگم خدمت بزرگوارانی که امشب ما در خدمتشون هستیم، و اون این هستش که با توجه به مطالبی که ما داشتیم و با توجه به مطالعاتی که در زمینهای روانشناسی صورت گرفته، خب ما با انواع هوش‌ها در ارتباط هستیم، IQ, EQ, DQ, PQ, MQ و SQ، که اون چیزی که ما امشب مورد نظر ما هستش بحثیست در رابطه با EQ و هوش هیجانی. چون ما امشب با IQ خیلی کار نداریم، چون بحثیست تحت عنوان این که ما بیشتر اون رو مسئله ارثی میدونیم و میگیم که در محیط میتونه تغییر پیدا کنه، اما اون چیزی که بیشتر ما امشب میخوایم بهش بپردازیم و بحث اصلی و صحبت اصلی امشب ما باشه، بحثیست در رابطه با هوش هیجانی. و انشاءالله بتونیم هر آنچه که نیاز بزرگواران عزیزی که در پیج ما امشب حضور دارن براشون باز کنیم و انشالله کاملا کاربردی باشه. و همین خاطر اولین سوال رو من خدمتون مطرح میکنم آقای دکتر، و اون این هستش که اگر بخوایید در رابطه با هوش هیجانی صحبت کنیم و مسائل مربوط به هوش هیجانی رو باز کنید، به عنوان یک مقدمه و شروع صحبتمون بفرمایید که هوش هیجانی چی هستش و چه ویژگی هایی داره که ما و سایر بزرگوارانی که الان در پیج حضور دارن بتونیم از صحبت شما کاملا استفاده کنیم. ممنون، سپاسگزارم. منم عرض ادب دارم خدمت شما، استاد عزیز و بزرگوارم و سایر مهمانانمون که یکایک به ما میپیوندن و ما رو مورد تفقد قرار میدن. عشق استرلاب اسرار هستی و استرلاب اسرار خداست. در واقع قطب نمای زندگی ماست و مسیر زندگی ما رو مشخص میکنه که هدف از آفرینش ما اصلا چی هست. اگر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقص که گفتی که شنودی.
بر باد نبودی که سر زلف بودی، رخساره معشوق به عاشق چه نمود. هوش هیجانی چند اصل بسیار مهم داره که اگر این هوش هیجانی رو که امشب خیلی کوتاه یکی دو دقیقه من راجبش صحبت میکنم، بعد وارد ویژگی های هوش عاشقانه میشیم. پنج ویژگی هوش عاشقانه رو در مورد خانوم ها من توصیف میکنم، سعی میکنم که این پنج ویژگی هوش عاشقانه رو بگم، بعد وارد پنج ویژگی هوش عاشقانه مرد ها بشیم. خب پس هوش عاشقانه در مردها و زنها دو مقوله متفاوت کاملا جدا هستند. بنابراین خانم ها میتونن الان گوش کنن، آقایون برن استراحت کنن، بعد که نوبت آقایون شد بیان، و یا اینکه اونا هم حضور داشته باشن تا بتونن خانم ها رو بهتر بشناسن و وقتی با یه خانمی وارد ارتباط میشن بفهمن که آیا این خانم هوش عاشقانه داره یا نه. پس هوش عاشقانه در واقع همون هوش هیجانیه، درست، اما در ارتباط عاطفی که ما قرار میگیریم، در یک ارتباط عاشقانه قرار میگیریم، اینجا هوش هیجانی ایموشنال اینتلیجنس وارد مقوله جدیدی میشه به نام هوش عاشقانه. خب اما هوش هیجانی خودش چی هست؟ چند تا مؤلفه اصلی داره که ما باید توجه کنیم اینا اصول هوش هیجانی هست. یک، خودآگاهیه، یعنی فرد آگاهی داره نسبت به احساسات خودش، تمایلات خودش، میدونه که الان چشه، الان من چمه. دیدگاهی اوقات طرف میگه که من خودم نمیدونم چمه، نمیدونه اصلا افسرده است یا اینکه غمگینه یا سرما خورده هستن. طرف سرما خورده حالش بده، میگه من افسردم. تو افسرده نیست، سرما خوردی. خب یا یه احساسات مبهمی تو خودش احساس میکنه. اما فردی که هوش هیجانی بالایی داره هم میدونه که چه احساسی داره، هم میدونه چرا این احساس رو داره، چی شده که الان من این احساس رو دارم. خب درست. همه ما وقتی تو ارتباط با جنس مخالف قرار میگیریم باید بتونیم تشخیص بدیم که الان در حال حاضر هیرندنا اینجا و اکنون الان من چه احساسی نسبت به این فرد دارم، الان چرا من این حس حسادتم تحریک شده. هم میدونم این حسادته، این غیرت نیست، این حسادته، یا این در واقع ترسیه که من دارم، ترس از دست دادن این فرد رو دارم، یا احساس کمبود محبت میکنم تو خودم، یا احساس حقارت میکنم. اون حس رو میدونم، ریشش هم میدونم. خب پس اول خودآگاهی، آگاهی از کی؟ احساسات خودم. و جالبتر این که دومیش اینه که از احساسات طرف مقابل هم آگاه هم. وقتی حالت دو طرف، دو طرف است دقیقا. مثلا حتی اگر پارتنر من تایپ میکنه، مثلا میگه سلام، حتی یه نقطه میذاره، من میفهمم آو این حالش خوب نیست، تشخیص میدم این حالش خوب نیست. بعد میگم حالت خوبه؟ میگه خوبم. من میگم حالت خوب نیست، من میدونم حالت خوب نیست. خب درست. و حتی میدونم که احتمالاً میدونم که اون چه حالی داره، الان عصبانیه، الان عجوله، الان بیقراره، الان نگرانه. فهمیدم، میفهمم چه احساسی داره، آگاهم، علتشم میدونم، تقریبا علتشم میدونم، اگر ندونم ازش سوال میپرسم تا علتشم متوجه بشم. پس تا به اینجا شد دوتا، یک از احساسات خودم آگاهم، دو از احساسات او آگاهم، میدونم چشه. خب سه، کنترل دارم روی احساسات خودم، اونقدر تحلیلی دارم، اونقدر شکیبا هستم که بتونم اگر خشم بگیرم قاطی نکنم، خراب نکنم همه چی رو. اون شب پر از استرابم، حالم بده، به هم ریختم، داغونم، اما میتونم
این احساس رو طوری کنترل کنم که راحت سرمو بذارم بالش و بخوابم، تا صبح میخوام راحت میخوابم، پر از خشمم، پر از کینم، حالم بده، اما قدرت مدیریت احساس دارم، میتونم این احساس رو پسپوند کنم، به تأخیر بندازم و راحت بخوابم. حتی ممکنه فرداش هم مطرح نکنم. درست. حتی ممکنه یه هفته بعدم مطرح نکنم. حتی ممکنه یه ماه بعد، یه سال بعد، حتی ممکنه تا آخر عمرم هم مطرح نکنم. تشخیص میدم که آیا اینو مطرح بکنم یا مطرح نکنم. خب پس این شکیبایی و این صبوری، این قدرت کنترل خودم رو دارم. پس یکی از ویژگی‌های هوش هیجانی اینه که من ایمپالسیو عمل نمی‌کنم. تکانشی عمل نمی‌کنم. دقیقاً. تکانشی عمل نمی‌کنم. یهو بزنم، یه چیزی بگم، تیکه بندازم، تنه بزنم، یه جوری مثلا بخوام برسونم که مثلا تو فلان مشکل رو، مثلا همین دیروز بود، یه مثال جالب براتون بزنم. یه خانمی صحبت میکرد، میگفتش که من متوجه شدم که پارتنر من 5 سال سنش رو به من دروغ گفته. رفتم استعلام کردم، دیدم که ایشون متولد مثلا سال 65ه، ولی به من گفته 60. 5 سال خودش رو بزرگتر نشون داده. و یه هفته، 2 هفته تحمل کردم، هفته سوم زدم تو روش و مچش رو گرفتم. نه، یک انسانی که هوش عاشقانه داره مچگیری نمی کنه. گیرت انداختم فلان فلان شده نداره. این یکی از بازی های روانی که اریک برن میگه که گیرت آوردم فلان فلان شده. خب پس اینها میدونن کی و کجا و چرا باید این احساس رو، این رنجش رو، این ناراحتی رو بروز بدن. خب پس تکانشی عمل نمی کنن، کنترل دارن رو احساسات خودشون و آگاهن، کنترل دارن، آگاهن از احساسات طرف و میتونن احساسات طرف رو هم کنترل کنن. به چقدر قشنگه؟ یعنی طرف دیگه سلطان احساس دیگه، سلطان آقای دکتر همچین حالتی، یعنی باید حالتی رو در نظر بگیریم که بتونیم اونو پرورشش بدیم. چون البته من عذرخواهی میکنم وسط صحبتهای شما هم پریدم، چون بحث رو معمولا مطرح میکنیم، باید برای بزرگوارانی که دارن صدای ما رو و تصویر ما رو میبینن و میشنون بگیم، برای اینها، به خاطر اینکه اینو باید توی پرانتز برای اینا میذاشتیم. و اون این هستش که متاسفانه خیلی از ماها برای اینکه بتونیم موفق بشیم در طول زندگیمون و در زمینه‌های شغلیمون، تحصیلیمون، خانوادگیمون، فردیمون، اجتماعیمون و غیره، آقای دکتر معمولا متاسفانه می‌بینیم که با انسان‌هایی در ارتباط هستیم که دنبال این می‌گردن که بیان آی‌کیو خودشون رو افزایش بدن و غافل از این هستن که اگر قرار یک انسان موفق باشه در زندگیش، در ارتباطاتی که با محیط اطرافش میگیره، خودتون الان اشاره کردید، ما هم الان دوباره اشاره میکنیم که اون چیزی که میتونه به انسانها کمک کنه و زمینه های هوش احساسی رو، هوش هیجانی رو و هوش حتی عاشقانه یا رابطه ای رو و هوش هیجانی رو ایجاد کنه، این چیزی هستش که ما دنبالش میگردیم. و حتی دکتر تو تحقیقات گفتن که بالای 90% از موفقیت انسان‌ها در زمینه‌های مختلف فردی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی IQ نیست و EQ هستش. و اتفاقا آقای دکتر خودتون هم صحبت کردید و اشاره کردید و من صحبتتون رو قطع کردم، و اون این هستش که ما می‌خوایم امشب در رابطه با این صحبت کنیم که خب یه بحثی رو باز کردید شما تحت عنوان این که من بتونم آگاه به احساسات خودم باشم، تحت عنوانی که من بتونم آگاه به احساسات طرف روبرون باشم و بتونم به عنوان یک انسان عاقل و کاملا منطقی یک ارتباطی رو شکل بدم و در چارچوب درست اون رو ادامهش بدم. اما یک چیزی که امشب ما میخواییم مژده بدیم به بسیاری از بزرگوارانی که امشب در خدمتشون هستیم، و اون این هستش که اون چیزی که ما امشب داریم ازش صحبت میکنیم و زمینه ساز یک هوش عاشقانه هست، هوش رابطه‌ای هست و حالتهای مختلف، کاملا زمینه اکتسابی داره و در نتیجه من میتونم برعکس IQ که کاملا ارثی هستش، اینو بتونم چیکارش کنم؟ اینو روز به روز افزایشش بدم و کاملا اونو در زندگی خودم،
اون رو به سمت بالاتر بیارم تا بتونم یک ارتباط صحیحی که شما ازش نام بردید رو هم برای خودم و هم برای دیگران ایجاد کنم. و زمانی هم که همچین اتفاقی بیفته، انسان‌ها تونستن وارد یک رابطه‌ای بشن تحت عنوان اینکه پروسه بلوغ روانی و بلوغ اجتماعی رو در زندگی خودشون جاری کردن، یعنی هم آگاه به احساسات خودشون هستن و هم آگاه به احساسات طرف روبرو. و الان دیگه انشالله ادامه بحثمون رو در خدمت شما خواهیم بود. ممنون، سپاسگزارم. گفته بسیار مهمی رو فرمودید و اونم این که هوش عاطفی قابل آموزش و قابل افزایش هست و تا آخر عمر ما میتونه با مطالعه و مهارت‌هایی که روانشناسان آموزش میدن در فرد افزایش پیدا بکنه و روز به روز هوش هیجانی فرد بیشتر و بیشتر بشه. و همونطور که فرمودید، اون چیزی که باعث موفقیت ما در زندگی میشه، موفقیت در روابطمون و شغلمون، هوش عاطفی هست، نه هوش عقلانی یا اینتلیجنس. خب حالا من شروع میکنم اگر اجازه بفرمایید. 5 تا از ویژگی‌های هوش عاشقانه خانم‌ها رو توضیح میدم، اگر شما موافق هستید و کاربرامون آمادگی دارن، ما به این 5 ویژگی هوش عاشقانه خانم‌ها بپردازیم. اول، خب اولین ویژگی هوش عاشقانه در خانم‌ها این هست که اونها درست به هدف میزنن. اولین ویژگی این که اونها کاملا رک و روراست و صریح هستن، روشن واضح احساساتشون رو توصیف کنن، بیان کنن. پس اونها چیزی رو سانسور نمی کنن، خود سانسوری نمی کنن. البته که این به این معنا نیستش که در هر موقعیتی، مکانی، زمانی بخوان احساسشون رو بروز بدن. ممکنه که یه احساسی رو دارن، الان پر از نفرت هستن، خشمن، کینن، ناراحتین، رنجشن، حسادتن یا حقارت هستن، اما تو اون لحظه قدرت کنترل رو دارن و نگه می‌دارن، در یک زمان مناسب این احساس رو توصیف می‌کنن و بیان می‌کنن. اما آدمی نیستن که بخوان پر از ناراحتی و رنجش باشن، عصبی باشن، ولی نشون بدن که همه چی اوکیه، همه چی خوبه و پارتنرشون هم متوجه نشه، همسرشون، نامزدشون متوجه نمیشه که این آدم الان واقعا درونش چه خبره. بنابراین اینجا ما با یه واژه خیلی زیبایی مواجه میشیم که گلمن در واقع نظریه پرداز هوش هیجانی توصیف میکنه، اون هم صداقت عاطفیه، صداقت هیجانیه. یه واژه فوق‌العاده مهم و یک حالت بی نهایت ارزشمند در انسان هست که در روانشناسی زوجین تحت عنوان اینتگریتی میاد. اینتگریتی یعنی یک پارچگی درون و بیرون. در واقع اینجوری نیستش که من از همسرم ناراحتم، حالم بده و او به من میگه که چیزی شده، مشکلی پیش اومده، بعد من خیلی قشنگ باهاش میگم، میخندم، بعد یه تیکه میندازم بهش، یه تنه میزنم، بعد اونم ناراحت میشه، عصبی میشه و میخواد یه جوری مثلا به من بگه که الان این چی بود گفتی تو؟ چرا اینا میگی؟ منظورت چی بود؟ اونم نگه میداره. اگر او هم هوش عاشقانه بالایی داشته باشه، به من میگه که چرا این حرفو زدی؟ ناراحتی؟ چرا الان این فکر؟ الان این چه ارتباطی داشت به موضوع که تو گفتی؟ سعی میکنه که اون زیربنای رفتار منو کشف کنه. اما اگر اون هوش عاشقانه بالایی نداشته باشه، آها، وارد بازی روانی میشه. خب یعنی
من تو درونم یه خبراییه، حالم بده، ولی بیرون دارم نشون میدم که حالم خیلی خوبه و مشکلی ندارم. و اینجا صداقت وجود نداره. پس هر جا که درون من یه چیزی رو داره میگه، یه نیتی رو داره، ولی بیرونم یه چیز دیگه رو داره میگه، اینجا صداقت عاطفی، صداقت هیجانی وجود نداره و من مشکل دارم با خودم. پس کسی، خانومی که هوش عاشقانه بالایی داره، اولین ویژگیش اینه که درست به هدف میزنه. الان اینجا من از دست شما ناراحتم، خیلی روک، بورا، سریع، شفاف، واضح، کلیر به شما میگم، یعنی ببین من الان به خاطر این موضوع از دستت ناراحت هستم. سعیم نمی کنم یک رنجش تصنعی ایجاد کنم که شما رو تحت تأثیر قرار بدم، نه، با این کاری ندارم. اون چه که هست خیلی راحت و شفاف باهاتون در میون میذارم. پس شما رو شکنجه نمی کنم، آزارتون نمیدم، یک مسئله رو فاجعهش نمی کنم که شما مثلا تحت تأثیر قرار بگیری. خب قهرای علکی نمی کنم. دیدید که خیلی از زوجه مثلا قهر می کنن، تلفن رو قطع می کنن رو هم دیگه، یا مثلا خشمای بد نشون می دن، داد و فریاد می کنن. یک خانومی که به هوش عاشقانه بالایی دست پیدا کرده، هوش عاشقانه داره، سعی نمی کنه با خشم و عصبانیت کارش رو پیش ببره، سعی می کنه با صداقت هیجانی، با صداقت عاطفی، درون و بیرونش یک، راحت راحت راحته و خیلی قشنگ بیان میکنه و توضیح میده. خب پس این میشه اولین ویژگی فردی که، خانومی که دارای هوش عاشقانه بالایی، از هوش عاشقانه بالایی بر. پس میریم سراغ دومین ویژگی هوش عاشقانه. اگه سوالی دارید آقای دکتر بفرمایید، اگر نشون فقط یک مطلب رو من آقای دکتر بگم برای بزرگواران، و اون این هستش که ما معمولاً در بحث مربوط به هیجان، چون صحبتی رو باز کردید من اون رو کاملش کنم، البته با کسب اجازه از شما بزرگوار، و اون این هستش که ببینید ما معمولاً وقتی در رابطه با هیجان صحبت میکنیم، میگیم اگر قرار باشه بحث‌های مربوط به هیجانات رو در انسان‌ها مورد بررسی قرار بدیم، نکته بسیار مهمی که حتما اون رو با در نظر داشته باشیم این هستش که ما معمولاً باید در هیجانات به 3 تا ویژگی حتما توجه داشته باشیم تا بتونیم یک زمینه ارتباط عاطفی خوبی رو بین زن و شوهر ایجاد کنیم، و اون این هستش که متاسفانه زن و شوهرها در 3 تا زمینه ممکنه دست به بی احتیاطی بزنن و مشکلاتی رو در رابطه برای خودشون ایجاد کنن. مسئله اولی که اینجا شما مطرح کردی خیلی هم جامع و کامل بود، این بود که اومدید مطرح کردی که صداقت هیجانی رو حتما لحاظ کنیم، در نظر داشته باشیم، و اینجا من یه نکته رو به اون اضافه میکنم که اگر ما حواسمون به این 3 تا ویژگی که الان میخوام بهشون اشاره کنم داشته باشیم، اون زمینه‌های صداقت هم تا حدی میتونه ایجاد کننده باشه. چرا؟ چون یک بحثی رو ابتدای صحبتتون در بحث مربوط به هوش هیجانی باز کردید و گفتید که ما یک آگاهی خوبی رو باید نسبت به هیجاناتمون داشته باشیم. اینجا هم ما به 3 تا واژه اشاره می‌کنیم در بحث مربوط به هیجانات، و نکته اول این هستش که ما وقتی که میایم در رابطه با هیجان و ارتباط هیجانی خودمون با فردی که حالا در زندگی من به عنوان یک فرد صمیمی وارد شده، نسبت بهش حس عشق رو دارم، نسبت بهش حس دوست داشتن رو دارم و غیره، اول از هر چیزی باید حواسم باشه هر زمان بر به مشکل میخورم، اول از هر چیزی در این 3 تا بود زمینه های خودم رو قوی کنم. یک، این هستش که من بتونم شدت هیجانم رو کنترل کنم. یعنی متاسفانه ما شاهد این هستیم که خیلی از وقتا ممکنه خب من توی راه بیام بعد مشکل بخورم، ماشینم مشکل پیدا کنه، یا توی ارتباطاتم با همسرم یا با دیگر افراد ممکنه که کاملا عصبی بشم. حالا این عصبانیت و این خشم کاملا طبیعی هستش. چرا؟ چون ما میگیم خشم یک احساسیه که در انسان وجود داره، کاملا طبیعیه، اتفاقا جز یکی از هیجانات اصلی در انسان ها هستش، و خشم هیچ اشکال خاصی نداره. اما آنچه که ما در ارتباطات میبینیم که
هوش عاشقانه رو زیر سوال میبره و اون رو به سمت نابودی سوق میده، این که شدت خشممون رو به صورت پرخاشگری بالا بروزش میدیم. یعنی اون احساس بدی که ما در ما شکل میگیره رو متاسفانه به صورت یک پرخاشگری بالا نشونش میدیم و در نتیجه ایجاد کننده این هستش که من شدت هیجان خودم رو از حالت عادی بالاتر نشون دادم و در نتیجه مشکلاتی رو در رابطه برای خودمون ایجاد کردم. و در نتیجه چه اتفاقی ایجاد میشه دکتر؟ زمانی که شدت هیجان ما نسبت به محیط بالاتر باشه و گاهن حتی میگن پایین‌تر هم باشه، میتونه مشکل ایجاد کنه. این دقیقاً به همون صحبت اولیه شما اشاره میکنه که آگاهی کامل و هیجانات خودمون و هیجانات دیگران در لحظه اگر کامل شکل گرفته باشه، ما شدت هیجانمون رو به اندازه بروز میدیم و در نتیجه حواسمون به نحوه بروز هیجاناتمون هست. اما دومین و سومین موردی هم که من صحبت کنم و ادامه صحبتتون رو داشته باشه دکتر، دومین مسئله ای که میتونه باز دوباره هوش عاشقانه در زنها و مردها رو تحت شعاع خودش قرار بده و مشکلات زیادی رو در ارتباطات ایجاد کنه، مدت هیجان بود. ما در مورد اول اشاره کردیم حواستون به شدت هیجان باشه، هرگاه شدت هیجان بالا باشه مشکلات بیشتر خواهد بود. و دومین مورد مدت هیجانات، ما بارها صحبت کردیم در اولین تناسب وجود نداره، یعنی من باید دقیقاً از 5 تا ریاکشن نشون میدم اما میام 10 تا ریاکشن نشون میدم. دقیقاً هر گاه شدت بالا باشه دقیقاً این حالت ها شکل میگیره. در میخواد دکتر دومین مورد رو ما میگیم مدت هیجان. مثلا یک زمانی هستش، خب حالا مثلا من لباسم اتو نشده، یک زمانی هست من نمیدونم، مثال دارم میزنم، غذا دیر حاضر شده، یک زمانی هست قرار بوده من خریدی انجام بدم فراموش کردم و غیره. خب هر گاه همچین حالت ایجاد میشه، گاهن ما با آدمایی در ارتباط هستیم که این مدیریت هیجانات رو بلد نیستن، اینا رو همدیگه تلمبار میکنن و متاسفانه به طریق کاملا زشت و نامتناسب با محیط اون رو بروزش میدن. به همین خاطر ما میگیم که همیشه در نظر بگیرید ببینید که مشکلی که چالش ایجاد میکنه بین شما و همسرتون باید چه اندازه مدت هیجانمون رو نگه داریم. مثلا اگر یه خریدی صورت نگرفته، قرار نیست من یک هفته قهر کنم ارتباطم رو با همسرم قهر کنم، کاملا پرخاشگری کلامی و فیزیکی داشته باشم و بی احترامی رو وارد رابطه کنم. به همین خاطر یک انسان عاقل و سالم انسانی هستش که مدت هیجانات خودش رو مدیریت میکنه. مثلا اگر برم مشکل خورد، اینجا کاری که انجام میده اینه که میتونه فقط با 10 دقیقه ناراحت باشه، قرار نیست این 10 دقیقه یک روز بشه، یک هفته بشه یا یک ماه به خاطر یک مسئله کوچیک اون رو ادامهش بده. و سومین مسئله که من بهش اشاره میکنم و شما بزرگوار سعی کنید و انشاءالله بتونیم بحثمون رو پیش ببریم و یک جنبندی داشته باشیم، سومین مورد این هستش که بحث فراوانی هیجانات هست. گاهن ما میبینیم که انسانهایی هستن که یک بار در هفته، دو بار در هفته غمگین میشن، عصبانی میشن، میگیم خب این رفتار کاملا نرماله و طبیعیه. اما گاهی اوقات با آدمایی در ارتباط هستیم که میزان فراوانی بروز هیجاناتشون از حالت نرمال بالاتر هست و در نتیجه زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات هست. پس اینجا هرگاه ما این سه مسئله رو در نظر داشته باشیم، یکی این که شدت هیجاناتمون رو کنترل کنیم، دو این که حتما مدت هیجاناتمون رو در روابطمون لحاظ کنیم، و سومی این که اگر فراوانی هیجانات رو در نظر داشته باشیم، بسیاری از مشکلاتی که الان در بسیاری از روابط وجود داره وجود نخواهد داشت. در خدمتتون هستیم آقای دکتر. بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. فوق العاده مهمی رو گفتید که میتونه در افزایش هوش هیجانی و به هوش عاشقانه مثمر ثمر باشه و به صورت کاربردی ما حواسمون به این سه آیتم، شدت، مدت و فراوانی اون هیجان باشیم. خیلی جالب بود، ممنونم. دومین خصوصیتی که خانوم ها در هوش عاشقانه دارن، آرام و خونسرد بودن اونها هست در ارتباطشون با همسرشون. وقتی همسرشون، پارتنرشون هیجانات منفی از خودش نشون میده یا اونها رو داره قربانی میکنه یا ظلم میکنه در حقشون، اینها
آرام و خونسرد هستن. این آرام و خونسرد بودن نه از روی بیخیالی بیتفاوتی، بلکه به خاطر اعتماد به نفسی که در درون خودشون دارن، یعنی یک حس توانمندی در وجودشون هست، یک سلف کانفیدنس هست که میتونن این رابطه رو پیش ببرن و خودشون رو کنترل کنن، مهارت‌های اجتماعی خوب و قوی دارن، مثلا اشوگری و تنازی بلدن، لبندی بلدن، میدونن چجوری با پارتنرشون حرف بزنن، دکمه های احساسی و عقلانی اونو میشناسن، کدوم دکمه رو بزنن این حالش خوب میشه، کدوم دکمه رو بزنن این حالش بد میشه، اینا رو میشناسن و میدونن که میتونن کنترل کنن این قضیه. خب مثلا آقای گفتش که من با خانمی وارد ارتباط شده بودم و خب خیلی عاشقش بودم، دوستش داشتم، نمیخواستم که پدر مادرش متوجه بشن که من ازدواج قبلی داشتم، بر اساس مشاوره‌ای هم که داشتن با من قرار بود که این مسئله رو آشکار نکنن تا زمانی که خانواده اون دختر شناخت کامل پیدا بکنن نسبت به این آقا، بعدن بگن خب ایشون ازدواج قبلی هم داشته، اول شناخت پیدا کنن بعدن. ولی خب اون خانواده فهمیدن، وقتی فهمیدن این خانوم به جای اینکه مضطرب بشه حالش بد بشه به هم بریزه، به پارتنرش گفت نگران نباش من درستش میکنم. خب و خب حالا این دختر خانم رفته منزلشون، پدر اخماش تو همه، ناراحته، به هم ریخته است، خانواده شدید به هم ریختن که تو چرا اصلا با فردی که قبلا ازدواج کرده طلاق گرفته الان یه بچه هم داره اصلا تو چرا با این وارد رابطه شدی؟ اما ایشون کاملا خونسرد و رفت شروع کرد یه کمی با پدرش شوخی کردن، سر به سرش گذاشتن و بعد از شوخی و سر به سر و اینها به پدرش گفتش که میشه بریم بیرون با هم صحبت بکنی، یعنی پدر رو دعوت کرد بیرون و با هم رفتن بیرون و گفتش که خب من این قضیه رو میدونستم، متاسفم که از شما پنهان کردم. خب حالا من نمیخوام این کیس رو کامل توضیح بدم، من میخوام بگم که اینها مهارت‌های اجتماعی خوبی دارن و قدرت کنترل رابطه رو دارن. این خونسردیشون از رو بیخیالیشون نیست، بلکه به خاطر اون مهارت‌ها، سیاست‌های زنانه‌ای که دارن، قدرت تدبیر و چاره‌اندیشی که دارن، بلدن چطوری مدیریت کنن که اون مسئله به خوبی حل بشه. اما یه خانومی که هوش عاشقانه پایینی داره تو اینجور موقعیت ها عصبی میشه، قاطی میکنه، به هم میریزه، ممکنه سر پارتنرش داد بزنه، اصلا تقصیر تو بود، چرا اینجوری کردی، یا با پدرش قهر کنه، یا از اون خونه بخواد بره بیرون بگه من دیگه نمیمونم. رفتارهای تکانشی و نسنجیده، ناپخته از خودش بروز بده. پس اینها کاملا خونسرد هستند. ابتدا سعی میکنن صحبتهای طرف مقابل رو خوب بشنوند، شنونده های خوبی هستند. اینجور خانوم ها خیلی خوب گوش میکنن، با همه وجودشون گوش میکنن، وسط حرف طرف نمیپرن، انتقاد نمیکنن، سرزنش نمیکنن، اجازه میدن طرف حرفاشو بزنه. این قدرت رو دارن که به صورت موقت نیازهای خودشونو کنار بذارن و به صورت موقت خودشونو نادیده بگیرن و ببینن طرف مقابل چی میگه. بنابراین قدرت همدلی و همدردی بالایی دارن. داریم راجع به دومین ویژگی خانم‌هایی که هوش عاشقانه دارن صحبت میکنیم. اینها این قدرت رو دارن که میتونن خوب بشنون، همدلی و همدردی کنن و به یک تجربه مایی برسن. بهش میگیم experience of usness، تجربه مایی، یعنی میتونه آنچنان زیبا احساسات طرف رو، عقاید طرف رو بهش منعکس کنه که اون فرد خودش رو در این ببینه و تو اون لحظه‌ای که پدر فرد، همسر فرد یا
میبینه که این دختر چقدر فهمیده است، این خانم چقدر قشنگ درک میکنه این رو، قشنگ خوشو گذاشته تو شرایط ایشون و میبینه احساسات او رو داره میفهمه، میبینه عقاید او رو قشنگ داره میفهمه، میبینه خودش رو در اون مثل آینه میبینه. اینجا تجربه ای به وجود میاد، بهش میگیم experience of usness، تجربه مایی. توی همچین تجربه زیبایی اگر مشکل اون پدر اون همسر حل هم نشه، درست هم نشه، اما دردش کاهش پیدا میکنه، the pain reduce و increase joy، یعنی اون درد کم میشه، لذت افزایش پیدا میکنه. من برای اینکه امانت داری کنم، چون این واژه رو experience of hostness گروه روانشناسی بوستون ابداع کردن و مدیون کردن ما روانشناسا رو، گفتن هر جا از experience of hostness حرف زدید باید اسم گروه روانشناسی بوستون رو هم بیارید، ما هم آوردیم که امانت داری کرده بود. حالا تو این زمینه اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه من برم سومین ویژگی هوش عاشقانه رو در خانم ها توضیح بدم. خانم ها بحثی که باز کردید واقعا فوق العاده کاربردی هست. فقط آقای دکتر یه بحثی رو باز کردید، من یه جمله رو من به اون اضافه کنم و اون این هستش که یه سری از هیجانات هستش که در ما انسان ها وجود داره، هیجاناتی مثل ترس، هیجاناتی مثل خشم، هیجاناتی مثل غم، گناه، تنفر و دیگر هیجاناتی که در انسان ها ما از اونها تحت عنوان هیجانات منفی نام میبریم. خب اما مسئله اینجا هستش که واقعا اینها همیشه منفی نیستن. گاهن شاهد این هستیم که یک نفر عزیزی رو از دست میده، بعد از اینکه عزیزی رو از دست میده باز هم با وجود اینکه داغدار شده در سوگ اون عزیز نشسته، باز به دلیل اینکه دارای این هستش که یک هوش هیجانی خوبی رو در خود شکلش داده و اون رو مدیریت کرده، میدونه از این هیجانات چجوری استفاده کنه و در نتیجه اونها رو در زندگی خودش مورد استفاده قرار بده. به همین خاطر باید در نظر داشته باشیم به عنوان یک انسان عادی در ما ایجاد حسایی تحت عنوان خشم، ایجاد حسایی تحت عنوان ترس، شرم، تنفر، غم، گناه و غیره همیشه بد نیست و به خودمون این رو و این باور رو بقبولونیم که همیشه زندگی حالت این که همیشه خلق در حالت بالا باید باشه وجود نداره و گاهن این درک رو در خودم ایجاد کنم که در یک لحظه ممکنه مثلا خانم من امروز حال خوبی رو نداشته باشه، احساس خوبی رو نداشته باشه، یا گاهن ممکنه دچار یک سری از ویژگی هایی باشه که در خانم ها دیده میشه. به همین خاطر یک انسان عاقل و آگاه هرگاه همچین حالتهایی رو در نظر داشته باشه، میپذیره که میتونه یک خانم یا یک آقا حریم شخصی و خصوصی خودش رو داشته باشه و در نتیجه هرگاه همچین حالتی وجود داشته باشه میتونه یک ساعت دو ساعت از طول شبانه روز رو خانم خودش رو یا شوهر خودش رو به حال خودش واگذار کنه و بتونه اون فرد مدیریت کامل و کافی رو در هیجاناتش داشته باشه. به همین خاطر اگر که لطف کنید و ادامه بحثا رو مطرح کنید ممنونتون میشیم آقای دکتر. ممنونم، تشکر. خب سومین نکته رو من عرض میکنم، در واقع سومین ویژگی هوش عاشقانه در خانم ها رو ادامه میدم. سومین ویژگی هوش عاشقانه در یک زن اینه که میتونه تعهد بده و این تعهد در واقع متعهد و مسئولیت پذیر هست در یک رابطه، هیچ جبری در تعهد نداره، یعنی مجبور تو این زندگی بمونه، مثلا به خاطر بچه ها موندم به فرض، یا چون نیاز مالی دارم موندم، یا کسی رو ندارم کجا برم. خب از روی جبر، از روی ناچاری، از روی وابستگی اون رابطه نمیده، با میل خودش تو اون رابطه مونده، متعهده و سر تعهدش نیسته. بنابراین در آن واحد نمیاد وقتی که با همسرش هست بره وارد یه رابطه جدید دیگه بشه، یعنی هرگز این کارو نمی کنه. مثلا خانومی به فرض 25 سال، 20 سال به یا 30 سال به شوهرش متعهد بوده، حالا رفته وارد یک مجموعه شده، مثلا یه NGO بوده یا وارد دانشگاه شده، اونجا مثلا همکلاسی رو میبینه
با یه سری خصوصیات خاصی دیگه به سمت او گرایش پیدا نمی کنه که بخواد تعهد خودش رو بذاره زیر پا. چرا؟ چون میدونه هم خودش ضعف هایی داره، من که کامل نیستم، که پس حالت خودشیفتگی ندارم که من او کیم چیم، این ناقصه، پس من برم با یکی از خودم بهتر. من میدونم برای من از من به از خانومم بهتر وجود داره، کاملا آگاهم، چون خانومم کامل نیست که. خب این خانوم هم همینطور میدونه از شوهرش بهتر وجود داره. خیلی ها هستن که 10 تا سر و گردن از شوهرش بالاترن، اما همینطور که میدونه که مرد دیگه جذابتره، خوشتیبتره، پولدارتره، خوش اخلاقتره، مهربونتره، میدونه که خب برای شوهرش هم خانوم هایی هستن که از او بهتره، میدونه که شوهر او هم قطعا با خانوم هایی مواجه میشه که از او بهتر هستن. اما بین ما چیز دیگه ای هست و اون عشقه. ما رابطمون کیفیه، ما رابطمون کار کردیم، فراز و نشیب های زندگی داشتیم، سختی ها داشتیم، مشکلات داشتیم، الان روحمون به هم نزدیک شده، این رابطه کیفی شده. خب دو تا نکته رو اینجا میخوام بگم که خیلی مهمه. یکی بحث کمیت و کیفیت ارتباطه. روی من با جوانانیه که هی رابطه رو چنج میکنن، یه هفته با اینن، یه ماه با اون یکی هن، 6 ماه با اینن، 1 سال با اونن، چی کار داری میکنی؟ چته؟ دنبال چی میگردی؟ عزیز من، تو اگر بخوای رابطه رو بسازی سالها طول میکشه. عشق داشتنی نیست، عشق ساختنیه، باید عشق رو بسازیش، باید کار کنی. عشق در پرتو تلاش تداوم پیدا میکنه، تداوم عشق در گروه تلاشه، زحمتیه که کشیدی رو این رابطه، پس نه یا خراب کن این رابطه رو، برو سراغ یکی دیگه. این یه نکته. خیلی از جوانایی که من معذرت میخوام گاهی اوقات از دست بعضی هاشون عصبانی میشم، میگم تو مگه خروسی هی از روی این میپری اون یکی از اون دنبال چی میخوای؟ خب این رابطه به چه درد تو میخوره؟ نه سکست میتونه سکس عالی باشه، نه اون رابطه عاشقانه میتونه خوب باشه، تو با همسرت میتونی این رابطه رو عمیق کنی، رو ارتباط با همسرت کار کنی، اون انرژی که میخوای رو خانم دیگه، رو آقای دیگه بذاری، این همه هزینه کنی، خب یا رو همسرت بذار، 100 برابر بیشتر نتیجه میگیری. تحقیقات نشون میده سکسی که یک زن با همسر خودش داره یا با شوهر خودش داره خیلی عالی‌تر و زیباتر و کیفی‌تر از سکسی که با دیگران برقرار کنه. چرا؟ چون بدن اینو میشناسه، روحیه اینو میشناسه، همه وجود این همسرش رو میشناسه، نقاط حساس بدنش رو بلده، چون سکس تجربه هم هست. پس تو دنبال چی میگردی؟ ای از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون یکی شاخه، خب نتیجه نمیگیری. باید رابطت رو بسازی. این یه نکته. دوم، افرادی که تعهد دارن توی رابطه، حالا این ممکنه در مورد خانم هم صدق بکنه، در مورد آقایون هم، من دارم هوش عاشقانه رو در زن میگم، در خانم ها میگم، میگم یک زن تعهد داره، این تعهد از روی میله، یعنی خیلی چیزها رو میدونه، حواسش هست، و اگر اینو رها کنه بره سراغ یک دیگه، داستانهای زیادی داره. خب این داخل پرانتز نکته قشنگی رو من خدمت عزیزان بگم. ببینید، ما با هر فردی از 7 میلیارد انسان کره زمینی که وجود داره، مثلا من مردم، ممکنه 3 میلیارد زن برای من فرض کنیم که شانس باشه که من برم با او وارد زندگی مشترک بشم،
اینو من به شما قول میدم، قول 100% میدم، مینویسم امضا میکنم، با خونم امضا میکنم، با هر کدوم اینها که شما وارد رابطه بشید قطعا زندگی با اون فرد سخت خواهد. من که الان دکتر محمدینی ها هستم، 30 ساله دارم کار مشاور و روانشناسی میکنم، اگر خانمی بیاد با من وارد یک زندگی مشترک بشه، زندگی با من سخته. منم دیوونه بازی های خودم رو دارم، مشکلات خودم رو دارم، اذیت میکنم طرف رو، بهانه گیری هایی دارم، اراده هایی دارم، ضعف هایی دارم که اصلا تو مخیلتونم نمی گنجه. خب اینه یکی از نویسنده های کارگردان امریکایی میگو با همکارم وقتی که کار میکردیم توی دفتری، ایشون عاشق من شد، اون خانم میگفت عاشق من شد، بعد با هم ازدواج کردیم و کارمون داشت به طلاق کشیده میشد بعد از 10 سال. برگشت به من گفتش که من چی فکر میکردم چی بود، من فکر کردم تو چی هستی و چی هستی، بعد دیدم او زندگی با تو پدر منو دره بود. هی شروع کرد از عیبا و اشکالای ایشون گفتن. بعد این کارگردان امریکایی گفته بود که نزد من تو اشتباه برداشت کردی، من شامپانزه بیش نیستم. خب من شامپانزه بیش نیستم، تو با یه شامپانزه میخواستی ازدواج کنی. اون تصور خودت بوده از من، اون تصور خودت بوده. خب این داخل پرانتز. پس شما با هر کس وارد ارتباط بشید سختی های خودشو داره. زندگی با همه ما سخته، ما هممون زندگی سخت و دشواری با هم داریم، چون کار تیمیه دیگه، دو نفری، تک باشی آره مثل رابینسون کروزوی بری تو جزیره تنها واسه خودت حال کنی. خب اما وقتی وارد زندگی مشترک میشی یه تیمه، کار تیمی سخته، چون باید تمایلات اون رو در نظر بگیری، احساسات اون رو در نظر بگیری، موقعیتش و شرایطش و همه چی اون رو باید در نظر بگیری. خب خب پس حالا این آخرین نکته هم بگم که ما بهش میگیم در بحث تعهد، یک زن میگیم با تمایل خودش توی رابطه میمونه، جبر و وابستگی و اجباری نیست. خب اجباری وجود نداره، اینجوری نیستش که ناچار توی این رابطه مونده. تجربه ای رو روانشناسان دانشگاه دنور میگن، دانشگاه دنور امریکا، میگن که تمام زوجهای دنیا با تجربه مواجه میشن تحت عنوان What if. What if یعنی چی میشد اگر. خب یعنی وقتی که من وارد ارتباط با یه فردی میشم و میخوام با او ادامه بدم، در طول مسیر خانوم هایی رو میبینم که خیلی بهتر از همسر من هستن، بعد پیش خودم میگم که چی میشد من با اون ازدواج میکردم. خب اما کسانی که در تعهد خودشون محکم هستن، پایدارن، تو تجربه واتیف که چی میشد اگر من با فلانی وارد رابطه میشدم، با این ازدواج نمیکردم، تمرکزشون رو میارن میذارن رو ویژگی های مثبت همسرشون و اونها رو یه کمی بولد میکنن، هایلایت میکنن، بزرگترش میکنن و میان ویژگی های مثبت فرد دیگه ای رو که میبینن داون میکنن، لو میکنن، کمش میکنن. این همچی چنگم به دل نمیزنه، نه همسر خودم عشنگتره، جذابتره، خوشتیبتره، خوش اخلاقتره. پس اون فرد رو یه کمی پایین میارنش، پارتنر خودشون رو، همسر خودشون رو بالاتر میبرن. از تجربه واتیف به بهترین شکل استفاده میکنن. خب اگر موافقید بریم سراغ ویژگی چهارم. آره اگه بشه دکتر، فکر کنم آخره صحبتمون هست، اگر بشه که انشالله حداقل اون 5 تا ویژگی مربوط به هوش عاشقانه خانم ها رو مطرح بکنیم، که اگه امشب بحثمون تموم شد
تو مباحث مربوط به هوش صداتون آگاهی. کم شد آقای دکتر، الان صدای صداتون من رو کم دارین دارین، یا دکتر؟ ضعیف دارین، صدای من رو دارین؟ صداتون خیلی ضعیف شده. یکی الان صدای اگر من رو میشه دارین؟ صداتون ضعیفه، صداتون ضعیفه. میگم ادامه بدین که انشالله بحث های مربوط به هوش عاشقانه خانم ها رو انشالله امشب ببندیم، اگر که انشالله وقت بود و فرصت بود و بزرگواران اوکی بودن انشالله هفته دیگه دکتر بحث مربوط به هوش عاشقانه مردها رو باز کنیم و انشالله بتونیم یک جلسه دیگر رو هم داشته باشیم که یک بخشی از موافقم. صحبت ها رو انشالله در هفته آینده شما داشته باشید و بخشی از صحبت ها رو هم بنده در واقع داشته باشم و انشالله بتونیم یک جنبندی کامل و کافی رو برای بزرگواران داشته باشیم. بسیار عالی. خب چهارمین ویژگی هوش عاشقانه در خانم ها اینه که اینها از من سلامتی برخوردارن، یک ایگوی سالم دارن، نه خودبین هستن که فقط و فقط خودشون رو ببینن، خودخواه باشن. دیدید خانم هایی که خودخواهن همش میخوان همسرشون رو عوض کنن، درست. تغییر بدن. اگر همسرشون هر اخلاقی داره، هر لایف استایلی داره، هر شرایطی داره تو زندگیش، مثلا خیلی با دوستاش میگرده، مثلا خیلی به تفریحات شخصیش علاقه منده، مثلا خیلی به شغلش اهمیت میده، اینا دائما هی میخوان طرف مقابل رو عوضش کنن، تغییرش بدن و شرط و شروط میذارن برای دوست داشتن همسرشون، نامزدشون. اگر او تغییر کنه و مطابق با استانداردهای اینها حرکت بکنه، طبق استانداردهای اینها، مرزهای اینها عمل بکنه، محبوبه، دوست داشتنیه. اما اگر بخواد استانداردهای اینها رو زیر پا بذاره، یه دفعه خشم اجده ها گریبان همسرشون رو میگیره، شروع میکنن داد و فریاد کردن، بدرفتاری کردن، تیک انداختن، تنه زدن. اما خانمی که دارای هوش عاشقانه بالایی هست، هوش عاشقانه داره، این فرد همسرش رو همون جوری که هست میپذیره، همون بس عشق مشروط نداره. خب یه مثالی رو من براتون بزنم از باربارا دیانجلیس. میدونید باربارا دیانجلیس کسی بود که 11 بار ازدواج کرد و طلاق گرفت. خب یعنی ازدواج مهر طلاق، خودش هم دکتر روانشناس. بعضی هم میگن خود روانشناس ها خوشون دیوونن، معذرت میخوام از شما و همه همکارم. این صحبت های عامیانه ای که میشنویم، میگن روانشناس ها خوشون دیوونن، اگه بلد بودن نمیدونم فلان میکردم مشکل خون. چه فرقی میکنه؟ ما هم مثل شما هستیم، ما که کره مریخ نیومدیم که. ما هم احساسات داریم، ما هم اشتباه میکنیم، ما هم ضعف داریم. منتها ما یه سری راه و چاره ها رو میدونیم، مهارت ها رو، اطلاعاتمون از شما اندکی بیشتره در زمینه در واقع مسائل روحی عاطفی. خب باربارا دیانجلس 11 بار ازدواج کرد، جدا شد. در آخرین زندگی که داشت با همسرش، وقتی داشت کتاب رازهایی درباره عشق رو مینوشت، به همسرش و فرزندانش گفته بود که من 350 روز برای شما زحمت کشیدم، نقش مادر رو داشتم، براتون پختم، شستم، ساویدم، نمیدونم همه کار کردم، حالا 15 روز از 365 روز رو خوام برای خودم باشم، بنابراین با من کاری نداشته باشید، من دارم کتابی می‌نویسم تحت عنوان رازهایی درباره عشق، آخراشه، میخواد چاپ بشه، تو این 15 روز کاری به کار من نداشته باشه. باربارا میگه من توی اتاق مینشستم، فقط مینوشتم و مینوشتم و مینوشتم. روز هفتم هشتم بود که همسرم تخت دختر رو زد و گفتش که باربارا چند لحظه میتونم مزاحمت بشم؟ خب قرار بود که کسی با من کاری نداشته باشه و من مشغول کار خودم باشم. گفتم خواهش میکنم. در رو باز کرد، اومد تو و خب
میگفت من سر و وضعم خیلی نامرتب بود، هر هفته یه بار حمام میرفتم دیگه به خودم نمیرسیدم، درست مسواک نمیزدم، تمام تمرکزم روی کتابم بود که این کتاب رو یه جوری در پایان سال تموم کنم. اومد منو در آغوش کشید، گفت باربارا تو چی فکر کردی راجع به من؟ فکر کردی من تو رو به خاطر اینکه برای بچه‌ها غذا درست می‌کنی، به تربیت بچه‌ها می‌رسی، به خونه می‌رسی، دوستت دارم؟ فکر می‌کنی من تو رو به خاطر مثلا شکل و قیافت و اندام تو یا به خاطر رابطه جنسیمون دوستت دارم؟ من تو رو همینطوری که هستی دوستت دارم. تو اگه یه تیکه گوشتم بشی بیفتی گوشه این خونه، بازم عاشقتم و دوستت دارم. من تو رو بی چشم داشت دوست دارم. تو وقتی همینطور که منو در آغوش کشیده بود و داشت در گوشم این حرفا رو زمزمه میکرد، هر جمله‌ای که میگفت بلبله‌ای در من به پا شد و من تازه اونجا فهمیدم عشق یعنی حضور بی چشم داشت در وقت نیاز. تازه فهمیدم عشق یعنی چی. این یک عشق غیر مشروط بود که همسرم درس واقعی و عشق راستین رو به من منتقل کرد و من بعد از این هم‌آغوشی ساده و زمزمه‌هایی که همسرم در گوشم داد، تلفن رو برداشتم، زنگ زدم به انتشاراتی و گفتم که کتابی که راجع به رازهایی درباره عشق نوشتم آتش بزنید. همش اشتباه. تازه فهمیدم عشق یعنی چی. یعنی اونقدر زیبا این مرد عشق رو به همسرش منتقل کرد. خب این یکی از ویژگی‌هاییه که البته باربارا دوباره اون کتاب رو تجدید کرد تحت عنوان رازهایی درباره عشق. کتاب ارزشمندی میتونن عزیزان بخونن و لذت ببرن. پس چهارمین خصوصیتی که یک زن داره در هوش عاشقانه، یک ایگوی سالم، یک من سلامت هست، خودبین نیست، تلاش نمیکنه همسرش رو تغییر بده، بلکه او رو همونجوری که هست میپذیره. پس این داستان که زنها ازدواج میکنن که تغییر بدن و مردها ازدواج میکنن که تغییر نکنند رو، یک زنی که دارای هوش عاشقانه بالاست برای همیشه حلش میکنه. نه، من تو رو همینطوری که هستی دوست دارم، عاشقتم و جونم هم برات میدم، نیازی نیست که تو بخوای تغییر کنی. میریم پنجمی، اگر صحبتی دارید بفرمایید. نه خواهش کنم اگر زمان داشته باشیم. آقای دکتر نمیدونم آیا زمان هست یا نه، چون فکر میکنم یک ساعت فقط صرفا میتونیم، اگر که زمان هست که در واقع ادامه بدید که پنجمی رو هم مطرح کنید، که انشالله هفته آینده من بحثایی رو باز کنم و انشالله شما جمع داشته باشید. من پس خیلی خلاصه میگم این آخریش رو، که پنجمین ویژگی هوش عاشقانه در خانوم ها اینه که اونها در رابطه جنسی احساساتی باز دارن، راحت هستن در رابطه جنسی، به راحتی هرچه تمامتر میتونن این جسارت رو دارن که حالت نامجدد تمام موند. اگر که در واقع جنبندی از اون توش عاشقانه در خانم ها داشته باشید و اون پنجتا ویژگی رو انشالله بتونید ببندید، با توی هفته آینده طبق صحبتی هم که خودتون مطرح کردید هوش عاشقانه در مردها رو مطرح کنیم و من هم در کارگاهی که هفته انشالله برگزار میشه گفت به عنوان لایو مشترک بین بنده و شما قول میدم چیزهایی که تحت عنوان این که بتونیم راههای جذب دیگران به خودمون رو هم در اون لایو بگنجونم و انشالله بتونیم یک بحث کاملا کاربردی رو داشته باشیم. امشب ما در شما بودیم و خیلی خیلی استفاده کردیم و انشالله بتونیم هفته آینده همین حالت رو داشته باشیم و بخشی از صحبت‌ها رو هم انشالله من هفته آینده باز خواهم کرد و انشالله بتونیم کمکی هر چند ناچیز داشته باشیم. در خدمتتون هستیم. صداتون ضعیف شد آقای دکتر. الان صدای من رو دارین آقای دکتر؟ صداتون رو دارم ولی ضعیف صدا.
اگر صدای من رو دارید زحمت بکشید یه جنبندگی کامل های دکتر داشته باشید که انشالله بتونیم امروز و امشب بحثمون رو در رابطه با هوش عاشقانه در خانم ها جنبندگی داشته باشیم و انشالله بتونیم در هفته آینده باز در خدمت شما باشیم با موضوعاتی که انشالله اطلاع رسانی خواهد شد. بسیار عالی. ما آخرین ویژگی هوش عاشقانه در خانم ها رو داشتیم بررسی می کردیم. پنجمین ویژگی از ویژگی های هوش عاشقانه در خانم ها این هست که در رابطه جنسی باز هستن، راحتن و خیلی راحت میتونن احساسات خودشون رو ابراز بکنن و خودسانسوری ندارن در رابطه جنسی خودشون، در یک رقص صمیمیت و در یک رقص جنسی که دارن سعی میکنن اون حالت تعادل برقرار بشه. اینطور نیستش که اونها فقط حکم ابزار رو در رابطه جنسی دارن، بلکه هم خودشون و هم پارتنرشون میتونن از اون رابطه لذت ببرن و اگر احساس بکنن که تو این رابطه داره در حقشون اجحاف میشه، قربانی میشن، خیلی راحت میتونن احساساتشون رو توصیف کنن، بیان کنن، بگن و خودسانسوری نکنن. یک آماری رو از تحقیقاتی من خدمت شما و کاربرای عزیزمون بگم، اینکه 70% از خانوم ها در اروپا و امریکا رضایت جنسی ندارن، یعنی تو رابطه جنسی خودشون خودسانسوری میکنن. نشون میدن که خیلی راضی هستن تو رابطه در حالی که هیچ رضایتی ندارن و فقط به خاطر همسرشون سکوت میکنن، نقش بازی میکنن که ما تو رابطه خیلی اوکی هستیم، همه چی هم خوبه. همین هفته گذشته وقتی با خانمی صحبت میکردم میگفت آره من تو رابطه جنسی خیلی اذیت میشم، خیلی زجر میکشم، هیچی نمیگم، ولی برام مهم نیست. گفتم خب اگه برات مهم نیست پس چرا الان داری مطرح میکنی؟ یه مقدار که ازش سوال پرسیدم، 2 تا 3 تا که سوال پرسیدم رفتم جلو، دیدم حالش بد شد، چنان منفجر شد، چنان زد زیر گریه و اونقدر گفت و گفت و گفت و گریه کرد و اشک ریخت و از رابطه بد خودش که چقدر داره اذیت میشه و پارتنرش خب سکس خشن داشت، خیلی بدرفتاری میکرد، بدرفتاری های جنسی بدی داشت و ایشون میگفت من همه اینها رو پنهان میکنم، چیزی نمیگم. بعد یک جایی دیگه وقتی دارم با او حرف میزنم، مثلا او از مادرش داره میگه که من چنین چنان، اونجا شروع میکنم به مادرش بد و بیرا گفتن، حرفای زشت و تند به خانوادش گفتن، در حالی که اینا مال رابطه جنسیمه. اونجا نمیتونم حرف بزنم، هیچی نمیگم، همه اینا رو انبار کردم. اونجا با یه جرقه منفجر میشم و اونم گیجه، اصلا نمیدونه چرا من این همه به خانواده اون، به خواهر اون، به مادر اون این همه میتوبم و حرفای زشت و زننده میزنم. ببینید پس این فرد در واقع نشون میده که هوش عاشقانه پایینی داره. زنی که هوش عاشقانه بالایی داره در رابطه جنسی خودش هم احساساتیه، خیلی قشنگ احساسات پاک و ناب و خالص و شیرین و گوارای خودش رو ابراز میکنه و همین که باز راحت احساساتیه و باز و راحت خودسانسوری نمیکنه، خیلی راحت میتونه بعد از هر رابطه جنسی راجع به اون رابطه صحبت کنه. مثلا جان گری میگه در کتاب مریخ و ونوس در اتاق خواب، یک کتاب بسیار جالبی داره جان گری، نویسنده همین کتاب مردان مریخی و زنان ونوس، کتاب ارزشمندی داره در مورد رابطه جنسی. اونجا میگه که بعد از یک رابطه جنسی خیلی خوبی که به نظرم خیلی عالی بود، از نظر خودم گریت سیکس بود، در گریت سیکس
زن و مرد معاشقه میکنن، عشقبازی خیلی عمیقی دارن و خیلی لذت میبرن. بعد خب حالا بعد در واقع مکانیکیش هم سر جاش و لذت جنسی هم میبرن، اما ابتدا بعد عاطفیش خیلی قوی هست. به زعم خودم، به نظر خودم رابطه فوق‌العاده‌ای بود. بعد از رابطه جنسیمون داشتیم همینطوری صحبت میکردیم، خانمم برگشت گفتش که این مزخرف در این رابطه جنسی بود که من داشتم با تو، در حالی که خودم فکر میکردم که خیلی عالی عمل کردم، فوق‌العاده بودم تو رخت خواب. ولی همسرم برگشت گفتش این مزخرف‌ترین رابطه‌ای بود که من تو عمرم داشتم با تو. و جا خوردم، گفتم که چی، چرا، چطور؟ گفت که تو اولا اینجا منو نادیده گرفتی، اینجا خودخواهی کردی، اونجا اصلا خیلی بد عمل کردی، اینجا چنین عمل کردی. و بعد من دیدم که نه، من تو خیالات خودم فکر میکردم که سکس خیلی خوبی داشتم، در حالی که اصلا اینطوری نبود. و این مرهون همسرم بود، یعنی اگر او به من نمیگفت و در احساسات خودش باز نبود، من هیچ وقت نمیتونستم پی به این ماجرا ببرم. خب پس یک زن هوشمند از نظر عاطفی در هوش عاشقانه در رابطه جنسی خودش احساساتی و باز. در خدمت عزیزان هستیم انشاءالله تا جلسه آینده 5 ویژگی هوش عاشقانه در مردها رو توصیف کنیم. ممنونم ازتون های دکتر، انشاءالله بتونیم هفته آینده بحثامون رو ادامه بدیم. در رابطه با 5 تا هوش صحبت کردید، 5 هوش عاشقانه از جانب زنها رو مطرح کردید، یه سری از مسائل رو ما انشاءالله گذاشتیم برای هفته آینده. امشب نتونستیم چون یک بحثی هستش که خیلی زمینه‌های گسترده‌ای داره که میتونیم اون رو کامل از زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. به همین خاطر انشالله هفته آینده یک روز رو مشخص میکنیم، 5 هوش رو از جانب مردها به عنوان هوش عاشقانه‌ای که در مردها دیده میشه و باید اونها رو در نظر بگیرن رو انشالله مطرح خواهیم کرد. و انشالله اگر که وقت شد و انشالله تونستیم ادامه بدیم، در انتها هم باز من در رابطه با اینا صحبت میکنم که حالا که یک ارتباط میخواد شکل بگیره، اون رابطه چارچوب خاص خودش رو داره، راههای جذب کردن دیگران به خودمون رو هم آموزش میدیم، چه قبل از اینکه وارد یک رابطه بشیم، چه اینکه رابطه ای شکل گرفته چجوری بتونیم اون رو ادامه بدیم. و در هر صورت هر آنچه که به عنوان نکاتی که میتونه کمک کننده باشه برای بزرگواران و کاربران عزیز انشالله باز خواهیم کرد و ادامهش میدیم. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما و خیلی خیلی لطف کردید که امشب دعوت ما رو پذیرفتید. انشاءالله هم هفته آینده در خدمتون خواهیم بود و تا جایی که بشه هم بنده و هم شما، تا جایی که رسالت ما اجازه میده و امکان اون رو داشته باشیم، در رابطه با مسائل باز و شفاف صحبت میکنیم و انشاءالله بتونیم کمکی هرچند ناچیز رو به کسانی که این لایو رو تماشا کردن یا بعد از اینکه انشاءالله این فیلم رو ذخیره کردید بتونن اون رو مورد بررسی قرار بدن، بتونیم کمکی هرچند ناچیز رو به اونها داشته باشیم. خیلی خیلی ممنونم از شما و خیلی هم تشکر میکنم از بزرگوارانی که زحمت کشیدن و در لایو ما حضور داشتن. ممنونم از شما و انشاءالله شب خوبی رو داشته باشید. منم از شما تشکر میکنم که میزبان بسیار خوبی بودید و فرصت دادید به من تا بتونم در فراغ بال بحثا رو مطرح کنم. از کاربران عزیز هم تک تکشون فرد فردشون تشکر میکنم که زحمت کشیدن با کامنت هایی که گذاشتن، با قلبایی که فرستادن، گلایی که فرستادن، انتقاد کردن، پیشنهاد دادن، هر نوع کامنتی که گذاشتن از فرد فردشون تشکر میکنیم. و وعده ما انشالله هفته آینده 4 شنبه ساعت 9 شب اگر موافق هستید و عزیزان موافقن. بزرگواریم، سلامت باشین. خیلی ممنونم خلاصه در هر صورت و لطف کردید. انشالله که شب خوبی داشته باشید و ممنونم باز هم، خدا نگهدارتون و خدا نگهدار یا دیدار تا هفته آینده. سلامت خدا.